درود به شما نازنینان امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه با من همراه باشید با یه داستان دیگه و یه تجربه دیگه داستان امروز و دوست عزیزمون آقای جلال برامون ارسال کردن نوشتن سلام من جلال هستم داشتم پیجتون رو دنبال می تصمیم گرفتم منم از سر گذشتم برای شما تعریف کنم تعریف کنم تا شاید درس عبرتی بشم برای کسایی که راه اشتباه و توی زندگیشون انتخاب میکنن و به جای درست کردنش سراغ اشتباه های بعدی میرن. در حال حاضر سی و سی سالمه و پدر دو فرزند به نام های سیاوش و سوگند هستم که هر بار که به صورتشون نگاه میکنم شرمنده چشماشون میشم که چه چی چیزایی پشت سر گذاشتن. من تصمیم اشتباه و پشت سر هم گرفتم ولی تقاسشو این دوتا بچه بیگناه پس دادن. سیاوش شیش سالش و سوگن تازه در آستانه دو سالگیه ولی درست توی روزهایی که نیاز به مادر دارن ازش محرومن اهلی که از روستاهای اطراف کاشان هستم اون زمان که تو روستا زندگی می کردیم زندگی آرومی داشتم ولی فکر می کردم برام کافی نیست خوب به خاطر دارم هشت ساله بودم که پدرم برای اولین بار منو با گله از گوسفند به کوه فرستاد من از گرگ می ترسیدم و پدرم اینو می دونست. ولی می گفت من از تو مرد می سازم. اگه مرد شدن به اون چیزا بود پس چرا زندگی من اینجوری شد؟ و از ما بد نبود ولی پدرم می خواست با تحقیر ازم شخصیت به قول خودش قوی بسازه. خوب یادمه علاوه بر چوپانی مدرسه میرفتم تا شاید بتونم آدم موفقی باشم و از روستا برم. روستای ما مدرسه خیلی خیلی کوچیکی داشت. مدرسه ای که سر جمع شاید دوازده تا دانش آموز داشت. شیرین دختر آقا قاسم هم کلاسی من بود. چون میدونست کار میکنم و کمتر میتونم وقت بذارم واسه درس گاهی جای من تکالیفو و انجام میداد. ده سالمون بود که شیرین گفت دیگه مدرسه نمیاد. مثل اینکه که میخواستن شوهرش بدن. خیلی ناراحت شدم. احساس میکردم یه قسمت از وجودم رو از دست میدم. ولی طبق معمول که با همه چیز کنار می اومدم با اونم کنار اومدم ولی طولی نکشید که غمی بزرگتر از اون گریبان گیرم شد مادرم مریضی بدی گرفت و رو به مرگ افتاد پدرم مرد مستبدی بود هر چقدر ازش خواستیم که مادرم رو به شهر ببره برای درمان قبول نکرد میگفت مرگ دست خداست و اگه قسمت در مرگ مادرم باشه باهاش مشکلی نداره ولی من چی؟ من که مشکل داشتم از داییم خواستم تا بابامو راضی کنه که من و دایی مادرم رو ببریم بیمارستان ولی گوشتش خریدار نبود بعدا فهمیدم میخواست مادر بیچارم بمیره تا بتونه راحت با گلی دختر همسایمون که قبل مادرم میخواستش ازدواج کنه توی محل پخش کرد که مادرم با مرده فرق نداره هر جان نشست از و کرد که براش زندگی با یه بچه کوچیک و زن رو به قبل سخته همش واسه این بود که کسی نگه پدرم در حق مادرم نامردی و کمکاری کرده اگه به ازدواج فکر میکنه گلی 20 ساله شده بود و توی روستای ما دختر 20 ساله اگه خونه پدرش میموند هزار تا حرف پشتش در میومد که ایراد داره و فلان پدرم که رفت خواستگاری خونواده گلی زود قبول کردن نمیدونم از خوششانسی مادرم بود یا شانسیش که زنده موند ولی هم خونه با هوو شد مادر بخت برگشتم کارش شد گریه و زاری و انجام کارای خونه گلی شد خانوم خونه از اینکه این, این چیزا رو میدیدم عصبی میشدم از گلی متنفر بودم که به خاطر حضورش مادرم به اینجا رسیده یه روز مادر گلی اومد خونه ای ما و نمیدونم چی بهش گفت که مادرم شنید وقتی رسیدم خونه دیدم مادرم داره میره توی زاقه پشت سرش که رفتم دیدم میخواسته با تریاک بابام خودشو بکشه منو که دید اومد زودتر تریاک و بخوره که من پیش قدم شدم و از دستش افتاد شروع کرد به گریه و زاری که نمیخواد زندگی کنه مثل اینکه مادر گلی بهش گفته بوده وقتش حامله بشه تا جای پاش سفت شه و اینجوری بابام دیگه به صورت مادرم نگاه هم نمیکنه و این حرفا تعریف می کرد و سر و صورت خودش رو چنگ می و من همونطور که سعی می کردم آرومش کنم به این فکر می کردم که اگه گلی بمیره مادرم اینقدر عذاب نمی کشه. وجودم آتیش گرفته بود. چند روزی گذشت پدرم با امون به شهر رفته بودن که گندم درو شده رو بفروشن. هر سال این موقع همین بود و می دونستم کار پدرم کم کم تا شب طول می کشه. تصمیم گرفتم هر طور شده کار گلی رو تموم کنم. خونه ما دو طبقه بود. در واقع طبقه بالا بهار نشین بود که گلی اکثر وقتها اونجا بود. اون روز وقتی گلی طبقه بالا کنار پله ها بود، هلش دادم و پرت شد پایین. تکون نمیخورد. از صدای افتادنش مادرم اومد توی حیات و وقتی گلی رو اونجوری دید که من با غرور و افتخار بالای سرش وایستادم و از دیدنش لذت میبرم فهمید قضیه به من مربوطه قبل از هر واکنشی به گلی اول منو کشید و برد داخل خونه و ازم خواست تعریف کنم چی شده. منم گفتم که عمدن گلی رو پرت کردم. حالا دیگه زندگیمون مثل قبل میشه و شادی به مادرم برمیگرده. ولی مادرم به جای اینکه خوشحال شده باشه آه و نفرینم میکرد و گفت بچه به اسم من نداره. پرتم کرد توی حیات و گلی رو کشون کشون سمت خونه برد. خواستم کمکش کنم که فحشی داد و مانعم شد. چادر سر کرده بیرون رفت و یکم یک بعد با بیبی بی سکینه که شکست بند روستا بود اومد. کنار پنجره وایستادم. مادرم با نگرانی به بیبی بی گفت بیبی بی دستم به دامنت یه کاری کن. داشتم نهار درست میکردم یه صدایی شنیدم یهو یه دیدم پخش زمینه بیبی بی گفت اگه به هوش نیاد نمیفهمم کجا شکسته مادرم آب و گلاب برد و به صورت گلی پاچید بعد از چند دقیقه تلاش گلی با آه و ناله به هوش اومد همه جاش درد میکرد و دست و پاش شکسته بود ولی بدترین مشکلش این بود که نمیتونست جایی رو ببینه از درد ناله میکرد ولی اینکه جایی رو نمیدید بیشتر عصبیش میکرد بیبی بی, بی زخماش و بست و رفت گوشه باغ جایی که همیشه قایم میشدم کس کردم نزدیک غروب خونواده گلی اومدن انگار که خبر رو شنیده بودن بدو بدو به داخل خونه رفتن و جیغ و داد مادر گلی بلند شد که معلوم نیست کی این کارو کرد و زمین و زمان فوش داد مادرم سراسیمه با ساک توی دستش بیرون اومد و هرچی طلا داشت توی یه روسری پیچید و به دستم داد و گفت فرار کن اینا زندت بذارن بابات میکشدت با ترس به سمت خونه رفت که پدر گلی بیرون اومد و به مادرم گفت اون پسر تخم جن تو کجاست زنی که خواستم وایستم ولی از فکر اینکه کم کم پدرم میرسه از در پایینی باغ فرار کردم صدای داد و هوار از خونمون میومد هوا تاریک شده بود نمیدونستم کجا برم ممکن بود پدرم هنوز توی راه برگشت باشه و کنار جاده منو ببینه خونه داییمم طولی نمیکشید خونواده گلی زیر و روش میکنن. به کوه پناه بردم ترجیح میدادم گرگ تیکه پارم کنه تا پدرم و خونواده گلی اگر روز میشد پیدا میکردن پس چند ساعتی که از شب گذشت کم کم سمت جاده خاکی روستا حرکت کردم به موازات جاده از دشت می رفتم که اگه ماشین آشنایی دیدم توی بوته ها قایم شم. نزدیک به صبح به جاده اصلی رسیدم و به شهر رفتم. یکی از علنگوهای مادرم و فروختم و غذای مختصری خوردم و راهی جایی دورتر شدم که کسی نشناسه منو. جایی مثل تهران. شنیده بودم خیلیا برای کار میرن اونجا. منم که همیشه نمیتونستم با فروختن طلای مادرم زندگی کنم. مادرم توی ساک شناسنامه و لباس برام گذاشته بود پس تونستم به مهمون خونه برم دنبال کار دو هفته همه جا رو زیر و رو کردم کمتر کسی به یه پسر سیزده ساله روستایی اعتماد میکرد بالاخره موفق شدم یه حاجاقا غلامی بود که توی بازار میوه حجره داشت مثل اینکه خودش اکثر اوقات مسافرت بود و نیاز داشت کسی حجره رو بچرخونه نمیدونم چطوری به من اعتماد کرد و گفت دو هفته شاگردیشو کنم تا ببینه چطور کارم جای خوابم به هم داد خدا خیرش بده از خوبیش هر چی بگم کم گفتم حاجی بچهش نمیشد من شدم مثل پسرش حاجی خانومم همیشه برام غذا و لباس می آورد هیچدن نوزده سالم که شد تصدیق گرفتم و دیگه کم کم جای حاجی مسافرت میرفتم و بار می آوردم خونه کوچیکی نزدیک بازار گرفته بودم و زندگیم بهتر از اون که تصور می کردم شد ولی همیشه گوشه ذهنم یه سوال بود که مادرم در چه حاله؟ از طرفی دلم تنگش بود از طرف دیگه میترسیدم برم سراغش تا بالاخره یه روز دلمو به دریا زدم و به حاجی گفتم میرم روستامون تا سری به خانوادم بزنم قبول کرد و حتی گفت با ماشین حجره برم و من با کلی استرس راهی کاشان شدم به روستا که رسیدم همه چی تغییر کرده بود خونه های جدید شهری کنار جاده ساخته بودن سوپرمارکت نونوایی اینا هیچ کدوم قبلا نبود به خونه پدری که رسیدم ترسیدم پیادشم. دختر بچه ای از خونه بیرون دوید که جلوشو گرفتم و گفتم تو این خونه ای خانم کوچولو توی نگاش تردید بود. به نشونه بله سر تکون داد و بدو بدو رفت. در حیات باز بود. وارد شدم و جای جای اونو از نظر گذروندم. انگار همین دیروز بود اونجا زندگی می کردم. مادرم از باغ بیرون می آمد که با دیدنم سبد سیب از دستش افتاد و با شگفتی گفت جلال سمتش دویدم بوسیدمش و بوی تن مادرم و تا ته به ریه هام کشیدم آخه چقدر دلتنگ بودم مادرم که منو به داخل خونه برد متوجه شدم خونه دو قسمت مجزا داره از حال و احوالش پرسیدم که گفت اون روز که گلی رو اونجوری دیدم ترسیدم که اگه بمیره چه بلایی سرت میارن واقعا اگه میموندی بد میشد برات گلی دو ماه چشمش نمیدید پدرت انقدر برد شهر تا درمونش کردن و خوب شد ولی همون موقع ها فهمید که چون توی ازدواج قبلی یه بار بچهش سخت شده دیگه نمیتونه بچه دار بشه باباتم هم علکی ادعای عاشقی داشت تا اینو فهمید باهاش سرد شد و خونه رو دو قسمت کرد شاید چند هفته یه بار سراغ گلی میرفت زد و من حامله شدم گلی خودش میومد پیش منو کمکم میکرد خلاصه گلی شد مثل خواهرم میون حرفش پریدم و گفتم اون دختر بچه که رفت بیرون خواهر منه مادرم گفت دیدی جمیله رو سر تکون دادم و مادرم ادامه داد خلاصه از اون موقع که جمیله رو باردار بودم تا حالا که چهار سالشه از گلی آزار و اذیتی ندیدم ولی همیشه نگرانی توی دلم بود که بچم کجا میره چی کار میکنه حالا که اومدی دیگه میمونی مادر متاسف گفتم نه فردا برمیگردم تهران کار دارم و برای مادرم از زندگی توی تهران گفتم. مادرم به هم افتخار میکرد. اینو از برق چشماش کاملا متوجه بودم. پدرم که به خونه برگشت اولش یکم سرسنگین بود ولی بعد که فهمید چقدر گلیمم و از آب بیرون کشیدم از جبه گیریش کم کرد. فردای اون روز راهی تهران شدم. به تله های مادرم دو تا دستبند هم اضافه کرده بودم که بهش برگردونم. ممنونش بودم که منو به امون خدا ول نکرد. با جمیله و مادرم خداحافظی کردم ولی از حیات بیرون نرفتم. رفتم دیدن گلی و ازش عذرخواهی کردم. کار من گلی رو خیلی اذیت کرده بود. توی دلم خدا رو شکر کردم که گلی زنده موند. احساس سبکی می کردم. به تهران که برگشتم با انرژی مضاعف سر کارم برگشتم و بیشتر قدر حاجی غلامی رو دونستم. حاضر نبودم حتی یه روز خونه پدرم برگردم. حقیقتا پدرم رو دوست نداشتم و فقط به خاطر مادرم تحملش میکردم. چرتکو و حساب کتابم خوب بود ولی حاجی گفت برم دنبال کلاسای حساب و من فقط از روی احترام قبول کردم. سه سال دیگه از عمرم مثل برق و باد گذشت. توی اون سه سال دو بار به کاشان رفتم و بقیه وقتها مادرم با کمک جمیله از باجهی که توی روستا بود به هم زنگ میزد. خدا رو شکر زندگی نرمالی داشت و پدرم مثل قبل اذیتش نمیکرد. چند وقتی بود صرفه های گاه و بیگاه حاجی تبدیل به صرفه های خونی شده بود. وسط اون گیرودار سر و کله میسم خواهرزادش که اصفهان زندگی میکرد پیدا شد و چشم به اموال حاجی دوخت. من امین و معتمد حاجی بودم پس باید منو از سر راهش بر می داشت. به بهونه کمک همش توی حجره بود و از حاجی که دکتر بستریش کرده بود میخواست استراحت کنه و به فکر سلامتیش باشه یه روز فارغ از همه چی به حجره رفتم که داد و بیداد میسم توی جام میخوبم کرد منو متهم به دزدی و دستکاری حسابایی میکرد که من رو هم, خبر نداشت هر چی گفتم مقصر نیستم گوش میسم دهکار نبود با اعصاب به هم ریخت خونه رفتم و تصمیم گرفتم فرداش برم جلوی در خونه حاجی ببینم کدوم بیمارستانه و براش بگم میسم چه تهمت ناروایی بهم زده. ولی امان و صد امان که گاهی خیلی زود دیر میشه. فرداش گرفتم خونه حاجی سر تا سر خیابون پارچه یه سیاه تسلیت بود. باورم نمیشد. مرد به این بزرگی که بیشتر از پدرم در حقم پدری کرده بود و از دست دادم. توی مراسم پا به پای بقیه دویدم تا شاید گوشه کوچیکی از محبتاش جبران شه. شرایط حاجی خانوم اصلا مساعد نبود که از حجره حرف بزنم. خودخواهی بود توی اون شرایط به خودم فکر کنم. چند روزی که گذشت سری به حجره زدم و متوجه شدم میسم حجره رو فروخته. مثل اینکه توی شهر خودشون بدهی بالا آورده بود و حاجی خانم راضی کرده حالا که حاجی نیست گردوندن حجره سخت و فروختنش بهترین تصمیمه. توی دلم گفتم ای حاجی کجایی ببینی کفنت خشک نشده میسم به هر چی واسش تلاش کردی آتیش زده خونه و پس انداز داشتم ولی نباید بیکار میموندم پس شروع کردم به گشتن دنبال کار توی بخش مالی شرکت مهندسی و ساخت و ساز تونستم حساب دارشم همونجا با نرگس آشنا شدم منشی شرکت بود و دو سالی از من کوچیکتر بود اون موقع 22 سالش بود. دختر پرشور و شری بود و انرژی مثبت ازش میبارید. مجذوبش شدم. بهش پیشنهاد دادم و دوستی ساده بین ما شکل گرفت. اون زمان دوستی ها مثل این دوره نبود. محدود به چهار تا لبخند یواشکی بود و شاید ماهی دو بار میشد بیرون شرکت همدیگر رو ببینیم. اونم با استرس گیر دادنهای گشت. جوون بودم و پر از هیجان درونی که سالها سرکوبش کرده بودم. دلم میخواست به زندگیم هدف بدم و میخواستم اون هدف نرگس باشه. نرگس در کنار کار منشیگری به تئاتر هم مشغول بود. ماهی یه بار توی تئاتر شهر نمایش داشتن و من ثانیه از اجراها رو از دست نمیدادم. نرگس خانواده متوسط روبه پایینی داشت که شهرستان بودن خودش توی پانسیونی توی پایین شهر زندگی میکرد. من نرگس رو برای زندگی آیندم میخواستم و از یه جایی به بعد نسبت به داشتنش حریص شدم. برام کافی نبود دوستی ساده ای که داشتیم. به نرگس پیشنهاد ازدواج دادم و ازش خواستم کم کم خونواده ها توی مسائل بیام وسط. نمیدونم از بخت خوب بود یا بد ولی خونواده ها به تهران اومدن و بدون هیچ سنگندازی قرار ازدواج گذاشته شد. جشن مختصری توی تهران گرفتیم و قرار شد جشن اصلی خونه پدرین باشه. نمیدونم آفتاب از کدوم طرف در اومده بود که پدرم میگفت میخواد واسه جشن یه دونه پسرش سنگ تموم بذار و باید روستای خودمون هفت شبانه روز جشن بگیریم. پولی هم به هم داد تا خونه رو عوض کنم چون برای دو نفر کوچیک بود. به این ترتیب هم خونه رو عوض کردیم هم تونستم قسمتی از وسایل خودم تهیه کنم. درک میکردن که برای خانواده نرگس سخته توی مدت کوتاه پول جور کنن پدرم همونطور که وعده داده بود برای جشن ما سنگ تموم گذاشت و منو بیش از پیش متعجب کرد مرخصی من و نرگس تموم شده بود برای همین بعد از جشنها به تهران برگشتیم انقدر روی ابرا بودم که دلم میخواست توی کل شهر داد بزنم و بگم نرگس دیگه زنمه از وقتی ازدواج کردیم نرگس تاعت رو کنار گذاشت با اینکه کمکش میکردم ولی اینکه هم خونه داری کنه هم کارای بیرون رو انجام بده براش سخت بود بهش میگفتم اگه دوست نداشته باشه نیازی نداریم بره سر کار ولی خب نمیخواستم چیزی رو بهش تحمیل کنم یا محدودش کنم یه مدت به همین منوال گذشت که یه روز فهمیدیم نرگس بار داره دکتر میگفت بچه رشدش ضعیف بوده به خاطر همین متوجه نشدیم از طرفی هم نرگس به خاطر تالاس می بودن ضعف و حالیهاش رو به پای حاملگی نزاشته بود و به این ترتیب سیاوش وارد زندگی ما شد. زندگیمون پر از نور امید شده بود. نرگس دیگه سر کار رفتن رو تعطیل کرده بود و خودشو وقف پسر کوچولومون کرده بود. رزق و روزی ما با اومدن سیاوش انقدر زیاد شد که موفق شدم ماشین بخرم. با داشتن نوزاد خیلی لازمش داشتیم از زمان نوزادی سیاوش هرچی بگم کم گفتم اینقدر که بچه شیرینی بود همه میگفتند ته چهرهش شبیه منه سیاوش که یه ساله شد به روستای ما رفتیم در رو که زدم جمیله بدو بدو اومد و بازش کرد من این بچه رو یه بار آروم ندیدم بچگیش همش در حال دویدن بود با دیدن سیاوش از زخ جیغی کشید که همزمان مادرم و گلی بیرون اومدن. گلی داخل خونش برگشت و مادرم شروع کرد به ذکر گفتن و سیاوش رو از بغلم گرفت. هنوز توی حیات بودیم که گلی با اسپند دود کن ماشالله گویان بیرون اومد. مادرم درست میگفت. انگار گلی خالم بود. این اواخر که میدیدمش گاهی یادم میرفت هووی مادرمه. خبر اومدن ما که به گوش پدرم رسید خیلی زود خودش رسوند. هرچقدر که پدرم تغییر می کرد هنوزم اعماق وجودش عاشق پسر بود اونم فرزند پسر من که به قول خودش می خواست اسم و رسمش ریشه دار کنه پدرم به مناسبت رفتن ما شامدهی کرد و من اون روز بعد سالها دو تا از همکلاسی مدرسم هم و دیدم یکی از اونا دختر آقا قاسم یعنی شیرین و دیگری اکبر بود که همون سال اول تحصیل درس و بوسیده بود گذاشته بود کنار رو حالا وضع منو که میدید هوای درس به سرش زده بود ظاهرا به حرفای اکبر گوش میکردم ولی تمام حواسم به شیرینی بود که زیر چشم چپش کبودی بزرگی بود و با نرگس گرم صحبت شده بود و راجب زندگی توی شهر میپرسید مادرم که صدام کرد چای ببرم رشته همه مکالمه ها از دستم در رفت اون شب از حرفای آقا قاسم و پدرم فهمیدم شوهر شیرین آدم جالبی نیست و چند سالی هست که توی اعتیاد فرو رفت و دست بزنم داره ناراحت شدم که شیرین نه بچگی کرده بود نه زندگی متعهلی مناسبی داشت خیلی بهم به کمک کرده بود ولی من کمکی از دستم بر نمی اومد. چند روزی توی روستا موندیم و بعد برگشتیم تهران. چند وقتی گذشت. سیاوش که یک سال و نیمه شد، نرگس هم ساز ناکوک شروع کرد که میخواد برگرده سر کار از خونه نشینی خسته شده. میگفت به کار عادت داره و اینجوری داره عذاب میکشه. سیاوش خیلی کوچیک بود و من هر بار اینو در جواب میگفتم. نرگس از کوره در میرفت. نهایتا کار خودشو کرد. بچه رو صبحها مهد میذاشت و خودش توی بخش فروش شرکت بازرگانی کارش رو شروع کرد. دیگه حقوق منشیگری رو کم میدونست. زبان انگلیسی بلد بود و این براش یه مزیت به حساب میومد. خیلی زود توی کارش راه افتاد. ولی هرچی موفق تر میشد از سیاوش و من و زندگی مشترکمون بیشتر فاصله میگرفت. حرف بچه دوم رو پیش کشیدم که مخالفت کرد. ولی من تصمیم خودخواهانه گرفتم و کاری کردم ناخواسته باردار شه فقط میخواستم بیشتر توی خونه باشه تا بیشتر حواسش به ما باشه ولی خب تأثیرش معکوس بود و اون از لج من حتی اضافه کاری وامیستاد و سیاوش رو دیگه تا مهد هم نمی از طرف دیگه تا پای سخت هم پیش رفت که من فهمیدم و مانع شدم و گفتم اگه این کارو کنه تا آخر عمرش باید گوشه خونه بشین و نمیذارم بره سر کار نرگس از من بیزار شده بود و اصلا با هم حرف نمیزد یه روز سیابش و مهد گذاشتم و خواستم برم شرکت که یکی خودشو انداخت توی ماشین شیرین بود با چشمای گرد شده نگاش کردم و گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ که گفت میشه بریم یه جای دیگه صحبت کنیم توی سکوت ماشین رو به مقصد پارک چند کوچه پایین تر به حرکت در آوردم. نمیتونستم بفهمم چرا باید شیرین اینجا باشه. وقتی رسیدیم سمتش برگشتم و گفتم میشه بگی اینجا چی کار میکنی؟ شیرین گفت جایی رو ندارم برم. از تغفر الله زیر لبی گفتم تا خودم رو آروم کنم و بلندتر ادامه دادم. آخه من چی کار کنم؟ شوهرت کجاست؟ اصلا آدرس منو از کجا داری؟ شیرین که گوشه ناخونش رو میجوید گفت از نرگس آدرستون رو گرفتم تو رو خدا کمکم کن از دست غلام فرار کردم تقریبا داد زدم چه غلطی کردی اون وقت اومدی سراغ من نگفتی کسی میبینه منم توی درد سر میندازی به گریه افتاده بود و اعصاب من و گریهش خورد کرد گفت دستم به جای بند نیست به دادم برس و یهو نفسش رفت داشت خفه میشد از صندوق عقب آب برداشتم و روی سر و صورتش ریختم بدون اینکه دستم بهش بخوره گره رو آزاد کردم تلاش میکرد نفس بکشه ولی انگار حمله عصبی بهش دست داده بود بردمش در مانگاه و به شرکت اطلاع دادم که نمیرم به شیرین آرام بخش زده بودن و خواب بود ولی سر و به هم ریخته بود مانتوش که کنار رفته بود اندامش رو به نمایش میذاشت و روسری که از سرش افتاده بود موهای ابریشمیش رو نمایان میکرد اگه سرم و بر نمیگردوندم از خود بیخود میشدم می شدم. لعنتی به خودم فرستادم و حواس خودم رو پرت کردم از اتاق بیرون رفتم. به محض اینکه شیرین چشماشو باز کرد گریه و زاری سر داد. مثل اینکه چند ماهی بود شوهرش رو راضی کرده بود و به تهران اومده بودن ولی شوهرش انقدر توی کسافتکاری و مواد غرق شد که تمام زندگیشون به باد رفت که هیچ زن خودش رو هم در ازای مواد معامله میکرد و اگه شیرین مخالفت میکرد به باد کتک می شیرین هم وقتی غلام نرشه بود تونسته بود فرار کن و از حرفای نرگس بفهمه کجای تهران زندگی میکنیم. چند روزی توی محله ما میگشته تا منو پیدا کنه و ازم کمک بگیره. دلم به حال شیرین سوخت و رگ غیرتم از بیناموسی غلام بیرون زد. به شیرین گفتم بدون اینکه نرگس بفهمه با من برخورد داشته شب بیاد خونه ای ما تا نرگس رو راضی کنم یه مدت شیرین خونه ای ما بمونه تا راه چاره ای پیدا کنیم. به شیرین یکم پول دادم و رفتم مهد دنبال سیاوش و بردمش خونه. نرگس هنوز برنگشته بود. از اینکه قرار بود بهش دروغ بگم، پیشا پیش عذاب وجدان داشتم. ولی مطمئن بودم اگه به شیرین کمک نکنم نمیتونم خودم رو ببخشم. نرگس غروب اومد خونه و طبق معمول رفت توی اتاقش که استراحت کنه. خیلی وقت بود. من همه وسایل شخصیمو برده بودم توی اتاق سیاوش و اونجا میموندم. موقع شام نرگس رو صدا کردم که همزمان زنگ در خونه به صدا در اومد. نقاب تعجب زدم به صورتم و شیرین حرفایی که به هم زده بود و تکرار کرد. نرگس هم مثل من از غلام منزجر شده بود و به شیرین گفت میتونه یه مدت خونه ما بمونه تا کار پیدا کنه و شرایطش درست شه. از فردای اون روز که شیرین فهمید سیاوش و مهد میذاریم گفت میتونه ازش نگهداری کنه تا حس بیفایده بودن توی خونه ما رو نداشته باشه. با اومدن شیرین خونه حس و حال دیگه ای پیدا کرده بود. وقتی می رفتم خونه بوی غذا از چند کوچه و تر می اومد و سیاوش به شیرین خیلی زود حس نزدیکی پیدا کرد و شیرین شد خانوم خونه ای که نرگس خیلی وقت بود بهش بی توجه بود. سه چهار ماه گذشت و نرگس وارد ماه هفته بارداری شد. اخلاقای بدش بیشتر شد و با پرخاشگری و وسواس با شیرین برخورد می کرد و چند باری بحث راه انداخته بود ولی چون شیرین هیچی نمی گفت ختم به خیر شده بود من به اتاق خودمون برگشته بودم و یه شب موقع خواب نرگس شاکی قرزد زد که چرا شیرین بر نمیگرده روستا اونجا شاید خانوادش کمکش کنن حقیقتا به شیرین وابسته شده بودم و نمیخواستم حتی به رفتنش فکر کنم. از فردای اون روز بیشتر و بیشتر به این فکر کردم که اگه یه روز شیرین بره چی میشه؟ من به اون زن لوند و جذاب حس داشتم و زندگی زن و شویم خیلی وقت بود که از هم پاشیده بود. به شیرین اعتراف کردم و فهمیدم حس اونم همینه. از اولم دوسم داشت. نتونستم جلوی خودمو بگیرم و توی خونه خودم با شیرین به نرگس خیانت کردم. تصمیم گرفتم خونه برای شیرین اجاره کنم تا نرگس نفهمه حس بین ما چیه. همزمان با رفتن شیرین از خونه ما، نرگس به ماه هشتم بارداریش رسید و دیگه کارای شرکت رو توی خونه انجام میداد ولی همچنان بدقلقی میکرد و حوصله سیاوش رو نداشت منم به جای مد سیاوش رو بردم خونه شیرین سیاوش به حرف اومده بود و من قبل از هر درسی توی زندگی دروغ و پنهون کاری رو یادش دادم تا به نرگس نگه شیرین رو دیده یه روز خونه شیرین بودیم فکر کردیم سیاوش خواب و رفتیم اتاق دلم برای شیرین و بودن باهاش تنگ شده بود و با ولع و آتش زیاد شروع به بوسیدنش کردم نتونستم جلوی خودمون بگیرم و لباساشو پاره کردم و به وحشیانه ترین حالت باهاش وارد ارتباط شدم شیرین هم آخ و اوخش هوا رفته بود که یهو یه متوجه سیاوشی شدیم که خیره به ما زل زده بود طفل معصوم شوکه بود لباسمو پوشیدم و از اتاق بیرون بردمش ولی سیاوش فقط زل زده بود به یه نقطه و هیچ واکنشی نداشت بردمش پارک و براش بستنی شکلاتی مورد علاقهش رو خریدم ولی اون بهش لب نزد و پرتش کرد زمین سیاوشو رو که بردم خونه رفت توی اتاقش و در رو به هم کوبید پسرکم هیچ وقت تا اون روز این کارو نکرده بود نرگس انقدر غرق توی کاراش بود که نمیفهمید چی به سر سیاوش اومده سیاوش از اون روز به بعد لال شد و لام تا کام حرف نزد نرگس که زایمان کرد همه حواسم و به اونو سوگند دادم بعد حدود دو ماه یه روز رفتم پیش شیرین و بهش مقداری پول دادم و گفتم بگرده دنبال کار تا زندگیشو بگذرونه ولی میتونه توی همون خونه بمونه و هر زمان خواست بره ودیه خونه رو هم بگیره با صاحب خونه هم حرف زدم و سیغ ناممون رو که پیشش گذاشته بودیم گرفتم و گفتم هر زمان شیرین خواست بره بهش سخت نگیره سیغ نامه رو باطل کردم و به زندگی با نرگس برگشتم. من دیگه دو تا بچه داشتم و به خاطر اونا هم شده باید زندگی رو درست می امیدوار بودم بعد سوگند دیگه نرگس سرش رو به زندگی خودمون گرم کن و دل از شرکت لعنتیشون بکنه. ولی ربطی به شرکت نداشت. اون هنوزم از من متنفر بود. کاراشو توی خونه انجام میداد و به بچه ها رسیدگی می کرد. ولی من براش با دیواری که بی توجه از کنارش رد می شد فرقی نداشتم. نرگس که توجهش بیشتر به بچه ها جلب شد متوجه غیرعادی بودن حال سیاوش شد و بدون اینکه بخواد راجع بهش با من حرف بزنه کلاس های گفتار درمانی رو شروع کرد ولی تشخیص داده بود که سیاوش مشکلی نداره فقط از یه اتفاقی به بعد دیگه نمیخواد حرف بزنه. انگشت اتهام نرگس سمت من رفت که آخرین بار باهاش بیرون رفته بودم و از نظرش این حال سیاوش حتما مربوط به من بود ترسیده بودم و هاشا می کردم که چیزی میدونم توی همون بهبهه شیرین یه روز اومد شرکت و گفت که کار واجبی داره و باید برم بدیدنش. دیدنش فردای اون روز تعطیل رسمی بود شال و کلا کردم و رفتم خونه شیرین و فهمیدم شک کرده که بارداره. بردمش دکتر زنان و انجام داد و معلوم شد شیرین حدود چهار ماه بار داره. دکتر قبول نمی کرد سخت کنه و می گفت قتل محسوب میشه و خطراتی رو هم به دنبال داره. ولی منشی دکتر آدرس یه کسی رو بهمون به داد که کارمون رو راه بندازه تا بچه رو سخت کنیم. قرار شد دو روز بعد اون روز بریم پیشش ولی غروب که رفتم خونه نرگس و بچه ها خونه نبودن و حدود دو ساعت بعد بعد از من رسیدن دیدم نرگس خیلی شاکیه مثل اینکه صبح دنبال من اومده بود و فهمیده بود شیرین بار داره توی محل پیگیر شده بود و آدرس صاحب خونه رو گرفته بود و متوجه شده بود قرارداد خونه به اسم منه دیگه نمیتونستم دروغ بگم حقیقت رو گفتم گفتم که فراموشش کنه حلش میکنم هیچی نگفت. یه روز گذشت دیدم اصلا حرفی نمیزنه. جون بچه ها قسمش دادم که یه چیزی بگه و نرگس خیلی ریلکس گفت اگه جامون عوض میشد چی کار میکردی؟ توی اون لحظه نفهمیدم چی میگم. بزنم خیانت کردم و گفتم تو هم بکن و اونم برای تحقیر کردنم دو تا پسر افغان و خونه آورد و جلوی من با بیشرمی با اوناش بازی کرد. خون جلوی چشمم رو گرفته بود داد و بیداد کردم و با همون سر و وز از خونه بیرونش کردم همسایه ها جمع شده بودن و من به زمین و زمان ناسزا می گفتم ولی نرگس نیشخندی گوشه ای لبش بود نمیدونم کی به پلیس زنگ زد که اومدن و نرگس و اون دو تا پسر رو در حالی که به خاطر وضع نامناسب روی سرشون پتو انداخته بودن بردن کسافت از سر و روشون میریخت و درک نمیکردم چرا نرگس با اونا بود سیاوش بیچاره داغون شد مدام خودشو میزد و سرشو به دیوار میکوبید تصمیم گرفتم به مهد بفرستمش تا یکم از من و اون خونه فاصله بگیره شاید که بهتر شد به شیرین پناه بردم و سوگند و بهش سپردم و به دادگاه رفتم برای نرگس دادگاه تشکیل شده بود و احزاری برام اومده بود همون روز که معمور اومد صورت جلسه تنظیم کرده بود اون روز توی دادگاه نرگس با گری و زاری جریان خیانت منو گفت و گفت که از روی هرس این کارو کرده ولی من برای اون روزها که با شیرین بودم سیغ نامه داشتم و اون با دو تا مهاجر غیر قانونی توی خونه بود و این از خیانت من بیشتر گرون تموم می از طرفی من مرد بودم و اینقدر کار من از نظر قاضی کثیف شمرده نمیشد برای نرگس حبس و شلاق بریدن ولی چون طی آزمایشات پزشکی قانونی معلوم شد نرگس باهاشون ارتباط نداشته حکم سنگسار ندادن خیلی حس بدی داشتم نمیدونستم من به نرگس خیانت کردم یا نرگس به من جلوی در خونه شیرین وایستادم و سوگند و ازش گرفتم و دنبال سیاوش رفتم نمیخواستم ببرمش خونه شیرین چند وقتی بود حالش بهتر بود و کم کم داشت با دنیای اطراف ارتباط دوباره میگرفت. و وقتی کسی نبود با سوگند حرف میزد. چند روز که گذشت یادم افتاد قضیه بچه شیرین رو حل نکردم. بچه ها رو بردم مهد و راهی خونه شیرین شدم. انگار دیگه مثل قبل میل به سخت بچه نداشت ولی من واقعا نمیتونستم در حق یه بچه دیگه ظلم کنم و بذارم به دنیای گندی که ساختم پا بذاره. شیرین که عجز منو دید کوتاه اومد و رفتیم بچه رو سخت کردیم. ولی بچه رشد کرده بود و این سخت باعث حال بد و خونریزی شدید شیرین شد حتی دکتر گفت ممکنه دیگه نتونه بچه دارشه شیرین خیلی آروم اشک میریخت ولی هیچی نمیگفت نمیتونستم به حال خودش بذارمش بردمش خونه خودم و گفتم توی ماشین منتظر بمونه نمیدونم چرا ولی از سیاوش توقع داشتم درک کنه که شیرین حالش بده و به کمک نیاز داره سعی کردم یادش بیارم چقدر شیرین رو دوست داشت سیاوش هیچی نگفت و فقط در جواب من که میگفتم اجازه میدی شیرین جون بیاد پیشمون سری به نشونه رضایت تکون داد شیرین رو بردم خونه و ازش مراقبت کردم سر پا که شد خواست بره خونش که نذاشتم و گفتم بیشتر بمونه خونه ای که براش اجاره کرده بودم و پس دادم و واحد روبرویی رو براش اجاره کردم ته دلم هنوز شیرین رو دوست داشتم ولی به نفعمون بود دیوار فاصله ای بینمون باشه من که کلا در خودم نمیدیدم به زندگی عادی برگردم حداقل شیرین به بچه ها رسیدگی میکرد شده بودیم جن و بسم الله تا نبودم میومد و مراقب بچه ها بود وقتی میومدم میرفت سیاوش دیگه با شیرین حرف میزد ولی با من نه چند ماهی گذشت که به سرم زد برم ملاقات نرگس اون هنوزم زن من بود چادر مشکی سرش بود و لباس زندانش که از زیر نمایان بود اصابم به هم میریخت با کلافگی گفت نه ایمدی لباس زندان منو ببینی که اومدی؟ فقط زبونم به یه کلمه چرخید چرا؟ نرگس گفت چرا؟ میپرسی چرا؟ جوابشو نمیدونی؟ صداشو که بالا برده بود با اشاره مامور پایین آورد و گفت تو گفتی کاری رو که کردی فراموش کنم ولی من باهات کاری کردم که فراموش نکنی متعجب نگاش میکردم اون زن من بود که این همه سال باهاش آشنا بودم قطعا اونی که روبرون بود نرگس نبود ادامه داد من به اون دختره محبت کردم آوردمش خونه ولی نگو همه نقشه بود و بریشم میخندیدید چند ماه بازیم دادین. حتی بعد اونم براش خونه گرفتی اون بچه ی تو رو باردار بود و تو میگفتی من ببخشمت چجوری میبخشیدمت متاسف بودم و میدونستم این کافی نیست از جا بلند شدم و گفتم همه چی نقشه نبود زندگیمون رو دوست داشتم و از یه جا به بعد خواستم درستش کنم ولی تو نخواستی کاش منو میکشتی ولی این کارو با هم نمیکردی بی حرف دیگه ای از سالن بیرون رفتم حالم خیلی بد بود رفتم دادگاه و دادخواست طلاق دادم من شرمنده نرگس بودم ولی با دیدنش فهمیدم دیگه ازش میترسم میدونم اشتباه کرده بودم ولی اون جوری کمرم و خم کرد که مردن برام بهتر بود چند بارم خواستم خودکشی کنم ولی مجبور بودم به خاطر بچه ها ادامه بدم دادگاه چند روز بعد طلاق و جاری کرد. پرونده نرگس حرفی برای جاری نکردن طلاق باقی نمیذاشت. یک سال و نیم از حبس نرگس گذشت که برادرش اومد جلوی در و داد و هوا راه انداخت که من خواهرش رو بدبخت کردم و منو میکش و این حرفا. روز بعدش پدر نرگس اومد و همون حرفا رو زد. قبل اون هیچ وقت یاد بچهشون نبودن. یادم یه بار به باباش گفتم باهاش حرف بزنه. سیاوش گناه داره. همش مهد میمونه. ولی پدرش گفته بود بهش ربطی نداره حالا همه مدعی شده بودن روزی که پدر نرگس اومد در ساختمون رو باز نکردم و سنگی سمت پنجره پرت کرد و یه تیکه از شیشه شکسته پنجره سمت دست سوگند افتاد و بهش آسیب زد من بد بودم ولی اونا که میدونستن بچه کوچیک تو خونه است نباید این کارو میکردن کفری شدم و شکایت کردم نه تنها از اونا بلکه به خاطر عدم صلاحیت نرگس حکم فاصله هم براش گرفتم. خبر داشتم تازگی توی زندان با یه نفر درگیر شده و طرف آسیب جدی دیده. اینو برادرش توی دعواها لو داده بود و به نوعی منو تهدید کرده بود که خواهرم آزاد شه روز خوش برات نمیذاره. دادگاه که به نفع من حکم فاصله رو صادر کرد، صلاح نبود دیگه توی اون خونه بمونیم. اونا زهرشون رو میریختن. پس شبونه وسایل شخصی و مورد نیازمون رو جمع کردیم و رفتیم شمال. اونجا هیچ آشنایی نداشتیم و نمیتونستن پیدامون کنن. به وکیلی که برای طلاق گرفته بودم سپردم خونه خودم رو با وسایل بفروش و ودیه شیرین رو هم بگیره تا بتونیم خونه توی محمود آباد بخریم. دیگه سیاوش با شیرین خیلی خوب شده بود و از طرفی اگه شیرین به تهران برمیگشت خانواده نرگس پیداش میکردن. با اینکه مبلغ خیلی بیشتری از مهریه نرگس رو هم از طریق وکیل بهش داده بودم ولی اونا نه بیخیال من میشدن نه شیرین. پس ای خوندیم تا توی یه خونه زندگی کنیم و برای همسایه ها شک برانگیز نباشه. زندگیمون از صفر شروع کردیم و من توی فروشگاه کوچیکی صندوقدار شدم. حدود شیش ماه از روزی که اومدیم شمال میگذره ولی من هنوزم عذاب وجدان و احساس گناه دارم و نمیتونم به شیرین نزدیک شم. اون مثل یه پرستار بچه توی خونمون و بچه ها باش راحتن ولی خب بازم مادر خودشون نمیدونن اونو اونقدر توی زندگیم تصمیم اشتباه گرفتم که نمیدونم کار درستی سمت شیرین برگردم یا نه امروز که سرگذشتم و برای شما نوشتم فقط به یه چی امید داشتم اونم این بود که شاید کسی فارغ از قضاوت گذشتم بتونه راه حلی برای آینده به هم بده ممنون از پیجتون که من تونستم اینجا یکم خودم رو سبک کنم ممنون که با من همراه بودید